با سلام خدمت همه علاقمندان و دوستان ورزش مردم شریف ایران، خدمتتون عرض بکنم با برنامه سود پلاس دقایق خدمتتون هستم با افتخار. امروز پنجشنبه است و انتخابات فدراسیون کشتی برگزار شد. انتخابات که نبود، یه دوره همی بود که یه سری عضو میخوام مزدور و خودفروخته‌ای در مجمع نشسته بودن، از علیرضا دبیر بگید که مزدور نظام و موچه آقای قالیباف است تا دوستان دیگه مثل آقای پولادگر و اعضای مجمع فدراسیون کشتی. یعنی میخوام خدمتتون عرض بکنم که بگم که آقای پولادگر، شما که تا چند وقت قبل با علیرضا دبیر مشکل داشتی و یه جورایی زیراب حملگر رو میزدید، یا آقای خود آقای دبیر چقدر حمله کرد به حمید سجادی، اما این مجمعی که امروز برگزار شد انقدر مسخره و عذر میخوام سخیف بود که داد عباس جدیدی رو توی مجمع در بود که بگو ما میریم با رئیس قوه قضاییه صحبت میکنیم، اونجا هم نگر خواهیم دید، و تلویحاً حمید سجادی رو تهدید کرد. حمید بنی‌تنی و بقیه هم اونا کار درسته کردن، روز قبلش اصلا انصراف دادن، گفتن یه خیمه شب بازیه و الکی انتخابات نیست. اما واقعا میخوام از مجمع فدراسیون کشتی، از این مزدورانی که اونجا نشسته بودن بگم خیلی هاتون با خود همین آقای دبیر مشکل داشتید، اما چطور میشه 38 نفر برن و 38 نفر رأی مثبت به علیرضا دبیر بدن؟ چی و با چی عوض کردید؟ علیرضا دبیر چی بهتون داده؟ یا تهدیداتی که اون نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و مزدوران آقای قالیباف قبل از انتخابات، قبل از مجمع شما رو تهدید کرده بودن، اونا تطمیعتون که من نمیدونم چی کار کرده، اما واقعا شما یه لکه ننگی هستید برای کشتی این مملکت. بسیاری از قدیمی‌های کشتی داشتن اعلام میکردن که آبروی حیثیت کشتی ما رو امثال علیرضا دبیر بردن، اما شما رفتید در انتخابات و 38 نفر 38 خائن به اتفاق آقای پولادگر و آقای دبیر در پایان مجمع اعلام کردی که انتخابات به درستی برگزار شده. شما خودتون رو مسخره کردید یا مردم رو؟ اعتبار کشتی ایران، عزت کشتی ایران بسیار بالاتر از اینه که شما مزدوران برید اونجا. ببینید، نماینده استان مازندران بوده، خراسان بوده، استانهای کشتی خیز. واقعا شما جوابی دارید به هم کشتیگیرا بدید؟ بالاتر از اون جوابی دارید به وجدان خودتون بدید؟ جوابی دارید به امثال مادران مهسا امینی، کیان و عزیزان دیگه بدید که جون خودشون از دست دادن و همین علیرضا دبیر اونها رو خائن و وطن فروش قلمداد میکرد؟ وجدان بیدارتون کجاست؟ قطعا شما وجدانی ندارید که بیاید جواب بدید. بعد علیرضا دبیر سینه سپر بکنه بره اونجا بگه انتخابات بسیار خوب بود و فلان بود و این بود، یه لات بی سر پای رو دوباره بر مسند ریاست فدراسیون کشتی گذاشتی. کشتی ما کم آدم تحصیل کرده درجه یک با شعور، با فرهنگ و با سواد نداره. حیف کشتی ما اسیر امثال علیرضا دبیر بشه. این لکه ننگ و این اتفاق تاریخ در تاریخ در تاریخ کشتی و ورزش ایران ثبت میشه که یه سری مزدور و خائن رفتن به سردسته خائنین که علیرضا دبیر باشه رأی دادن و نشوندنش بر مسند ریاست فدراسیون کشتی تا بره اونجا بانبازی، دودوزه بازی و دزدی خودشون انجام بده. ننگ و نفرین بر شما و حیف از کشتی ایران که گرفتار شما شده و در چنبره شما قرار گرفته. مردم ایران دمتون گرم، شب و روزتون خوش.